بسم الله الرحمن الرحیم. سید بهروز فاضل هستم، در برنامه سی شارپ هم کار با شما. در درس گذشته ما شما در مورد سی شارپ که یک تولز بود در بنام MDI یا یک کنترل بود که مولتیپل داکومنت اینترفیس صحبت کردیم، گفتیم که توسط فرم های MDI ما میتونیم چندین فرم دیگر را در داخل فرم های MDI جا با جا بسازیم که به شکل پرنت و چایلد کار میکرد، که فرم اصلی ما و شما پرنت میبود و فرم های دیگر یک مادر رو جا با جا میکردیم. بنام چی میامد؟ بنام چایلد میامد که چندین فرم میتونستیم همزمان در یک فرم باز بکنیم. در درس امروزی ما شما درس گذشته ما شما یک فرم ایجاد کردیم و دیدیم که چگونه ما شما فرم استفاده میکنیم. در درس امروز با شما بخیر میایم چه قسم چی میکنیم؟ میایم چندین فرم ایجاد میکنیم و چندین بتن براش ایجاد میکنیم که بار بالای بار بتن کلیک بکنیم، این فرم برام شما در اون فرم MDI به شکل پرنت است به شکل چات شوه باز شوه. خب در قدم اول ما شما یک فرم را که داریم این فرم میایم رینیم میکنیم. میخوایم فکر کنیم ما یک سافت ویر کوچک به نام چی جور میکنیم، با یک کورس که مثلا ما میخوایم چندین برنامه را داش تدریس بکنیم، اینا میگیم به نام مین فرم. یک فرم اصلی ما شما در این مین فرم ما شما اول میگیم قبل از این میگیم مثلا شاگرد باشه، ما در یک فرم ما شما محتویات تمام موضوع مربوط شاگرد باشه که نامش چی است، ولدش چی است، شماره تلفنش است، کدام برنامه را میخوانه. در دیگه فرم ما شما موارد در مورد تیچ استاد باشه که استاد کدام خصوصیات است، کدام برنامه را تدریس میکنه. و فرم آخر ما شما چی باشه؟ برنامه‌ای که ما شما تدریس میکنیم در امی برنامه خود اورا چی کنیم دمی لیست داشته باشیم، بالا هر کدامش کلیک بکنیم اون فرم به شکل چایلد در فرم مین ما شما ذخیره شد. به این خاطر ما شما یک فرم اصلی داریم، سه فرم دیگر میایم یک قسمت ایجاد میکنیم. اول فرم اول ایجاد میکنیم، فرم اول یک قسمت به نام فرم و فرم تو میشه، خیر داریم فرم تو رو ایجاد میکنیم، به مدام نامش تغییر نمیدیم. میایم باز یک فرم دیگه ایجاد میکنیم، فرم تو بر ما شما ایجاد شد. باز میایم فرم پروژه میایم فرم 3 ایجاد میکنیم، فرم 3 رو اد میکنیم. باز میایم یک فرم دیگه هم فرم 3 ما شما در حال فرم 3 ما شما در حال ایجاد شدن است. میایم یک فرم دیگه را به نام فرم چی اد میکنیم، فرم 4. 4 فرم داریم. فرم اول ما شما مین فرم است، فرم دوم ما شما بیریم مثلا برام تیچر، فرم سیوم استودنت و فرم چهارم مثلا پروگرام میسازیم. خب در فرم اول میایم ما شما اولین کار که میکنیم گفتیم چی میکنیم، میره MDI میسازیم. MDI از چی میسازیم؟ تولو میسازیم. از MDI فرم خدا فرم مین چی میسازیم؟ تولو میسازیم. در قسمت گفتیم خصوصیت است برنامه از MDI، میایم بالای زور میگم چی کن؟ ایره ترو میسازیم. خب ایره ترو کردیم، ما شما ببینیم شکل فرم ما شما در قسمت تغییر کرد. به خاطر از اینکه ما شما بتنها در قسمت ذخیره بکنیم که باز خارج از داخل فرم ما شما باشه، این جمعه هم چی میگیریم؟ یک پنل میگیریم که در داخل پنل باز بتنها ما شما جاگزین میکنیم. این جمعه هم پنل پیدا میکنیم در قسمت طول و پنل چی میکنیم؟ اد میکنیم. دیگه این را کت کردیم، گفتیم این ما میخواییم به طرف چپ در قسمت داکش بکنیم که در قسمت ما شما باشه چی ما شما باز بطن را در اونجا ذخیره بکنیم. این پنل در اینجا آمد. بعد از اون میاییم بطن ایجاد میکنیم، یک این بطن آماریم در قسمت بطن اول. این اگر ما میاییم یک کمک که دوگام چیش کنم و یک ذره تغییرات اگر در این بطن بیاریم در قسمت قسمت تغییرات در این بطن بیاریم، فونتش در قسمت بطن اگر ما تغییرات بیاریم میاییم در اینجا ایره 12 میسازیم و ایره هم فول ترو میسازیم. یک بطن ایجاد کردیم، از این بطن دو بطن دگام ایجاد میکنیم. اولش میاریم تکستش میتیم مثلا میگیم بنامه تیچر فرم، تیچر فرم خو خیره. این را میاریم مثلا میگیم پروگرام فرم، ایش را میاریم میگیم ستودنت فرم. ستودنت خب اگر این بطن ها را که کمک چی بکنیم که
اینجا بطن دوم ما شماست. در فرم اول در دیزاینش پند خودم اینجا میاریم طرف چپ داکش کردیم و در قسمت فرم اصلی خودم میاریم، میگیم به شکل فول در روی صفحه ما شما ظاهر شوه، استیلش میگیم و چی باشه به شکل مکزیمایز. بالای بطن اول میاییم، در چی میکنیم؟ اول با در قسمت میاییم فرم دو، فرم دو را میاریم، تغییرات که میاریم رنگش تغییر میتیم، رنگ خود فرم خود تغییر میتیم، رنگ دیگه میگیریم که باز برمان شما واضح شد وقتی که ما چی کردیم، وقتی که ما شما تغییر دادیم. بگراند کالر رنگ زیره مثلا میگیم به این شکل باشه، بردرش هم بخیه از بین میبریم میگیم نن. ای فرم دوم ماست، فرم سیوم هم همچنان به می شکل بگراند شد میگیم این قسم باشه به این شکل و بردرش هم میگیم سایز ایبر نی نن. و فرم چهارم هم همچنان به می شکل این را میاریم، باز رنگش تغییر میتیم، میاریم به این شکل روش که رنگ ها کوی کش کنیم، همیشه داره تو بس رنگ های خوب تر استفاده کنیم. میاییم بالدار از ایرام میگیم نن. خب میاییم در فرم اول، در فرم اول که آمدیم در دیزاین فرم اول که رفتیم بالای چی کلک کردیم، مثلا بالای استودنت میگیم چی که فرم 2.frm مساوی میشه به نیو فرم 2. خلاص باز frm ما مساوی میشه دات شو، frm دات شو. اینجا وقت بالای چی کلک کردم، بالای کلک کردم فرم 2 رو برام باز کن. خب دی بتن بود ایده میدونم به شکل چی برم شو کنه، به شکل MDI فرم ده فرم دات MDI پرنت هم اصابی قرار بده به دس و چی که داکشم فرم دات داکشم اصابی قرار بده داک داک ستایل ستایل دات فل در فرموتوره به بطن اول قرار داده. میگیم در بطن تو این نمیده، میگیم چی میکنیم، میگیم فرم دونه کنترول سی کنترول وی این فرم چی؟ فرم سه، فرم سه را به می شکل که بالای فرم اول همو بشن آقا کار کردیم، بالای فرم سه همو میکار کن. باز میگیم در بطن آخر، در بطن آخری باز پیس میکنیم و این فرم دو نمیگیم فرم چار. خلاص فرم چار سکنی زمانه که زمانه که ما این رن میکنیم چی میشه بر ما شما؟ فرم های مختلف را با بیلدینگ پنل در پنلی که ما شما ایجاد کردیم بطن ها را توسط از هر کدام کلک کنیم اون فرم بر ما باز میشه. سکنی در قسمت اول که ما کلک میکنم فرم چی باز شد برام فکر کنید که این فرم استودن با میگن باز شد. در اینجا مشخصات هم و شاگرد هم و شما چی میکنیم درج میکنیم، باز میاییم در فرم تیچر، در فرم تیچر میرم فرم دیگه برام باز شد، در داخل فرم خوده چی ام دی آی و در فرم پروگرام میرم فرم دیگه برام باز شد. این حال اگر خواسته باشیم که در داخل فرم تیچر فرم استودن مشخصات شون اضافه بکنیم، باز میاییم در قسمت چی، در قسمت خود دیزاین فرم، در فرم سعی کنیم که ما اینجا ببینم فرم تو را در بطن وان کلک کردیم، در قسمت که میگیشو از پیش ما شما اشتباه نشه، یک دانش کار میکنم باز دیگه شه باز خودتون کار کنین به شکل کارخانگی. خب در فرم چی؟ در فرم دو، فرم دو، فرم دو ما کدام هست؟ اگه فرم دو در دیزاین ما برم استودنت، استودنت ما کدام هست؟
استودنت ما فرم دوست. میایم در فرم دو در دیزاینش در یک قسمت میایم مثلا مشخصات شاگرد میارم توسط لیبل و چکس باکس ها ما چی میکنم معرفی میکنم. مثلا میایم یک لیبل میگیرم در یک قسمت، یک لیبل گرفتم نامش هم میتونم مثلا student name student name. میایم یک تکس باکس هم در پیشوش میگیرم تک باکس student name در اینجا ذخیره کنم. خب اگر بیایم در اینجا که من کچی موازه شود در فون بیایم یا دوزده بگیرم بیرم و تکس باکس خدا تکس باکس اینجا بگیرم کاما کلانتا student name. اگر بیایم در حساب از این در فونت اندرلاینش هم کنیم یا می نشتهش یک ذره تغییرات اگر بیاریم تو باشه نه استایل فلات استایل شو کار نداریم. خیره خب خب خیره قضیه تغییرات چیدش نمیاریم student name ویره چی میکنم select copy copy ایش ها میگیریم لیبل ها میگیم لیبل توی ما شما تکسش چی باشه father name father name سیوش مثلا program name پروگرام نیم خواسته باشیم دیگه مشخصات هم اضافه کنیم. مثلا اگر بگیریم در اینجا در اینجا بیاییم فادر نیم شد پروگرام نیم مشخصات دیگهش لیول دیگه ما student نیم نی ایره میگیم مثلا فون فون سلام این آیدی یا تسکرش و مثلا فیش فیش. خب ببین وقتی که دمارم بکنم میایم بالای استودنت کلیک میکنم این مشخصات برام. خب اگر خواسته باشم یک کمک دیگه آموزش شوی قسمت این چهار تغییرات دهی ما شما دیگه خصوصیات لیبل ها و تکس ها را گفتیم مشابهت با خصوصیات چی داره فرمایی داره که ما شما سرش گپ زدیم این یک کمک منظم سازی میکنیم ما شما را با رزو اینجا بیم دیگه قسمت این را منظم سازیم و همینم قسمت تکسش ما بیایم تکسی نمی نقطهش از بر دوبارم و اگر خواسته باشیم که لیبل دگام اینجا بگیرم و اینجا حد کنم در یک قسمتی را نشته کنم student registration form فونتش هم بگیرم مثلا
کنتر 16 اوپولت این لانش میکنیم خب بریم بالای سیدون کلک کنیم ببین خب فرم ما بسیار کلان کردیم در قسمت با شما دیگه تنظیمات شد خورد بکنین در اینجا بیاییم فرم یا بالای فرم تغییرات آوردیم بالای خود قسمت لیبل ما تغییرات ناوردیم از خاطر مکمل کلش تغییر شما بالای لیبل تغییرات میرین و ایره ایار میسودیم به می شکل ما شما میتونیم که پروگرام ها را هم دیزاین بکنیم بیاریم در قسمت استاد هم فرمش را جور کنیم باز به اونجا باز با یک دیتا بیس لینکش بتیم و دیتایش که ما میخواییم ذخیره کنیم در پروگرام خود ذخیره بکنیم ما شما در مجموع در درس سی شارپ کردش سی شارپ را که شروع کردیم از خود برنامه سی شارپ از معرفی برنامه سی شارپ شروع کردیم بعدش آمدیم در مورد فانکشن ها پوینتر ها صحبت کردیم بعد از او آمدیم جنریک کامپوننت همچنان و اکسپشن و موارد دیگه بود که صحبت کردیم که و در آخر آمدیم در مورد اپلیکیشن فارما صحبت کردیم که در اپلیکیشن فارما تولز ها و کنترل های مختلف صحبت کردیم که آخرین درس ما و شما در برنامه سی شارپ ام دی آی بود که فارم ام دی آی گفتیم مولتیپل داکومنت اینترفیس که میتونست چندین فارم دیگه در خود جابجا بسازه و ذخیره بکنه که تقریبا دیگه ما شما درس سی شارپ تمام موضوعاتش که مهم دا بود و اهمیت داشت ما کور کردیم در امی ویدیوهایی که سر صحبت شد درس ما شما در همینجا به پایان میرسه اوقات خوش بخیر باشه.